مقدمتا تو این فاصله به جناب جای قیاس ارزم رو تقدیم کردم بذارید بگم که شما هم بشنوید ببینید ما تو صحرای کربلا و در سال 61 با یک خانم بزرگواری مواجه میشیم که هم خواهر شهیدند هم عمه شهیدند هم مادر شهیدند و شهید پرورند به معنای واقعی با این همه مصیبت اون هر کدوم از این شهدا چه جایگاهی در دایره هستی و ارکان خداوندی دارند با این همه مصیبت ها به جایی میرسند که میفرمان ما رعی تو الا جمیلا این سمره صبر داشت جناب استاد قیاس من درس همو پس میدم این صبر در مرتبه اعلاست بله. و همینجوری یه دفعه اتفاق نمیافته یعنی قطعا باید یه تمرین هایی از کودکی، خردسالی، نوجوانی، جوانی اتفاق بیفته و این مراتب طی بشه تا به مرتبه اعلا برسه اولا برداشتم درسته یا نه و بعد بفرمایید که این مراتب صبر رو چطور یکی بعد از دیگری در وجودمون تقویت کنیم هر چی معرفت بیشتر بشه زمینه برای صبر چی میشه بیشتر. بیشتر, من یه مثال بزنم شما یه لیوان داغ دستتون میدن که فلزیه یه لیوان داغ دستتون میدن که شیش است واقعا کدوم راحت تر نگه میدارید تحملتون برای این حفظش بیشتره که نندازید که نشکنه بله اینو من تجربه کردم ها در افراد ما که شاید با اون بیشتر بسوزید بله 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 نه ببینید فلزیه. اون فلزیه رها میکنید چون میدونید نمیشکنه آها. اما این که شیشه است به هر زحمتی از بر جون از نگرش میدارید در یه جایی بذارید که وقتی میذارید نشکنه درست دقت کردید بلده. چون معرفت دارید نسبت به شکننده بودن حالا اگر ارزش رو مطرح کنیم هرچی هر چی معرفت بیشتر باشه تحمل چی میشه بیشتر ارزش کار حضرت زینب سلام الله علیها ارزش انسانیشون رو خیلی حس کردن بنابراین صبرشون در حفظش چیه بیشتره ارزش دینداریشون رو خیلی حس کردن بنابراین صبوریشون چیه بیشتر. بیشتره ولی بعضی ها به قول امام حسین علیه السلام الدین و علی علا السنته هم. مردم بسیاریشون دین یه لغلقه زبانیه و ازا محسو بالبلا وقتی با یک گرفتاری رو بمشن قلد دیانون چون معرفت لازم رو نسبت به دین ندارن دین رو میذارن کنار كنا. چرا؟ چون به نونشون لطمه میزنه به قول آی قراتی خدا حفظشون بکنه و اون تعبیر زیبایی که دارن میفرمودن که بعضی دین رو میخوان به خاطر اون نون آخرش اون نونش چون نون توشه اگه نون توش نباشه ولی نمیخوان نمیخوان اما اون کسی که دین رو میخواد برای خدا برای حفظ انسانیتش او حاضر از نون ها و از این امکانات چکار کنه بگذره گرسنگی رو تحمل کنه رنج رو تحمل کنه سختی رو اما هویت انسانیش رو از دست نده یعنی اون داغی رو اون سوختن رو تحمل میکنه که اون شیء با ارزش یا شکستنی رو از دست نده. نده. پس هر چی معرفت ما بیشتر باشه صبر ما چیه استقامت ما چیه بیشتره شما نماز خوندن حضرت امام رضوان الله تعالی رو که سرون بهشون وصل بود نام. دو نفر سرون بالا پای می بود چرا امام چنین تا الان بعضی یه ذره پاشون درد میکنه تو مسجدا صندلی میزنن رو صندلی میشینن احکامش هم نمیم نمیرن اصلا بپرسن که اصلا میشه رو سندلین شما که از تو خونه تا اینجا سر پا اومدی حالا موقع حمد خوندن چرا نشستی بله تو صف نونبایی وایسادی همین شما وایسادی شما نوعی رو میگن شخص شما که نمیشه بله چرا اینجوریه چون معرفت نیست معرفت نباشه یه ذره پامون درد میکنه میگیم آقا میتونیم نشسته بخونیم اصلا میشه همجوری رو زمین بشینیم به علما قبل از صندلی رو زمین آدم بشینید طبیعی‌تره بعد میتونه شاید بعضی از حرکت ها هم چکار کنه طبیعی انجام بده از رو زمین بذاره پیشونیشو شو یه جوری رو سجده اینا تو مسئله فقهی باید گفته بشه اجمالا معرفت البته اصل معرفت به چیه؟ معرفت به خداست و قیامت لمن کان یرجلا ولی اون تو اگر ما دیدمون دید الهی باشه و اگر بدونیم دنیا یه لحظه است خیلی از سختی ها رو به راحتی چکار میکنیم تحمل میکنی. ولی فعلا دشمن درون جهل و هوای نفس دشمن بیرون سرمایهداری و نظام آمریکایی و این حرفا دست به دست هم دادن که همش ایش و نوش رو مطرح کنن بگن ما باید اهل ایش و نوش ملاک رو چی قرار بدن؟ خیش. لذت و اینجور چیزا بعد آدمی که دنبال لذت هستش بی صبره چی میشه؟ کم میشه. خیلی خوب این فراز پایانی قرآن هم که تلاوت کردین چقدر خوب مرتبط شد ما معمولا لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه رو زیاد میگیم و میشنویم اما این دو شرط بعدی بله، رو نایم. این مهمه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر به بله. شرطی بله. که جزء این افراد بله. باشیم بدونیم از او هستیم به قول استاد و به سوی او هم چی باز میگرد. میریم حالا بخوایم سر بلند بریم اون موقع تحمل سختی ها برامون خیلی چی میشه من فکر کنم ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم بله یک دقیقه وقت داریم ولی بذارید من این سوال رو بپرسم بله. حضرت زینب سلام الله علیها زبانم لال زیاده گویی که نمی کنن قلوف که نمی کنن. باید. وقتی میگن ما رعی الا جمیلا باید. حتما قشنگی دیدن باید. که باید. میگن باید. چی میشه که آدم این همه سختی بکشه صبر کنه بعد صبرم براش تلخ نباشه شیرین باید. و زیبا باشه باید. باز برمیگرده به همون معرفت دیگه شما نگاه کنید در همون جلسه اون نانجی برگشت گفتش که اوزار رو چجوری میبینی؟ فکر کرد یه خانوم الان شروع میکنه به گریه کردن حضرت فرمود ما رایی تو جمیلا بعد شروع کرد توضیح دادن فکر کرد منظورش رو نتونسته برسونه جبوناتون رو کشتیم خودتون اسیر کردیم حالا جشن گرفتیم میتونی صبر کنی؟ از زینب چی فرمودن؟ فرمودن اینجا جای صبر نیست اینجا جای شکره جانه. باور کن این واقعا من انقدر از این کلمه خوشم میاد تو منبرا من میپرسم میگم اونایی که معرفت نسبت به زینب سلام الله علیها دارن بگن حضرت چی فرمود خی... سری نمیگن متاسفانه جای شکر یعنی چی یعنی ببینید دید رو نگاه کنید دید باز همه قراره بمیرن ولی ما خداشون شکر کنیم جوانم در راه خدا خوش. همه قرار مصیبت ببینن ما خداشون شکر کنیم در راه کی مصیبت خدا. دیدیم خدا خیلی ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی قیاس عزیز و بزرگوار مثل همیشه کاربردی و خیلی قل و دل استفاده کردیم انشالله سله شما با خود عزت زینب سلام الله علیه بازم به همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم از لطف مهر و نگاهتون ممنونم انشالله که این ایدانه و سال روز میلاد رو برای خودمون و اهل و ایال و خانوادم و مخصوصا بچه ها یاداوری کنیم که تو ذهنشون خوش نقش ببنده ایامتون به کام و عزتتون مستدام آغواتتون کاتب خیر و صلی الله علی محمد و آل محمد خدا مدلو